درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری آوای ایران، خوش آمدید به این بخش خبری. دعوت میکنم بیننده مهمترین خبرهای این ساعت باشید. فحاشی یک نماینده مجلس به خامنه ای، یک مشت متظاهر دروغگو و خلافگوی تندرو بر کشور حاکم شدند. و کولاک مردمی به مناسبت آغاز دهه فجر، اعتراضات دوباره شعله‌ور شد. پیش از پرداختن به مشروع خبرها، گزارش کوتاهی از آخرین وضعیت هموطنان در خوی بشنوید. مردم خوی روز سه‌شنبه 11 بهمن مقابل فرمانداری ویژه این شهر تجمع کرده و خواهان چادر، پتو و غذای گرم شدند. آنها ضمن رد ادعای وزیر کشور و دیگر مقامات گفتند که همه مقامات حکومتی دروغ میگویند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، نیز عصر سه‌شنبه بعد از آنکه در سفر به خوی با اعتراضات مردم مواجه شد، ادعا کرد که مقام های استانی گزارش های غلط درباره وضعیت خوب امداد رسانی به دولت ارسال کردند. در آستانه چهارمین روز بعد از زلزله خوی، مردم این شهر و ده ها روستای اطراف آن ضمن اعتراض به توزیع نشدن چادر، پتو، وسایل گرمایشی، غذا و دیگر کمک های امدادی تاکید کردند که مقامات حکومتی حتی توانایی تامین چادر زلزله زدگان را هم ندارند. پیشتر نیروی هلال احمر و فرمانداری در چند منطقه از شهر خوی از افراد خواهان دریافت چادر درخواست کارت ملی کرده و وعده داده بود بر اساس کارت ملی چادرها را میان آنها توزیع خواهند کرد، اما این نیروها روز سه‌شنبه اعلام کردند که چادری برای توزیع در اختیارشان قرار نگرفته و کارت ملی زلزله زدگان را به آنها پس دادند. در ویدیوهای منتشر شده زلزله زدگان گفتند همگی مقامها دروغ میگویند، هیچ کمک امدادی به ما نرسیده. فرماندار و شهردار دروغ میگویند، نان و مواد غذایی و وسایل گرمایشی و چادر به دشواری پیدا میشود و بسیاری از مردم خوی در شرایط بسیار بدی قرار دارند. همزمان جمعیت گسترده‌ای از مردم شهر خوی روز سه‌شنبه مقابل فرمانداری ویژه خوی تجمع کردند و خواستار دریافت چادر و کمک‌های امدادی شدند، اما فرماندار و دیگر مقامات دولتی حاضر به حضور در میان مردم نشدند و در مقابل با استقرار گسترده نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی در داخل محوطه فرمانداری و تعداد دیگری از ساختمان‌های دولتی تنها به محافظت از این ساختمان ها پرداختند. به گفته مردم خوی در موارد متعددی نیروهای یگان ویژه و نیروهای امنیتی اقدام به استفاده از زور و خشونت علیه زلزله زدگان کرده و به این بهانه که مردم برای دریافت چادر به ساختمان های دولتی هجوم آورده اند، زلزله زدگان را مورد ضرب و جرح قرار می دهند. فادر محله به من چادر دادن، بخار برقی ندارم. چرا شو نمیدونم؟ چادر نمیدونم از خواهی مصابت دیگه شما در خواهی دیگه سن و زمینم بگم چادر نمیدونم چادر نمیدونم چادر نمیدونم میری داخل هر چی میری داخل بیرون میدونم این امانتومه ها را به خوراک بوش باید میدونم من که اومدم داخل شما شما هم از اونجا خواهی بریم بشتی بابا بو bizim şehrimizin bazıları لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. فحاشی یک نماینده مجلس به خامنه ای، یک مشت متظاهر دروغگو و خلافگوی تندرو بر کشور حاکم شدند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، گفته که افراد متظاهر دروغگو و خلافگوی تندرو بر کشور حاکم شدند. او به رهبران جمهوری اسلامی ایران گفته که این نظام پایگاه اجتماعی قرص و محکمی ندارد و بهتر است فریب 10-15% جمعیت جامعه را که در نمازهای جمعه شرکت می‌کنند نخورند. نماینده پیشین رشت در مجلس شورای اسلامی تلویحاً ابراهیم رئیسی را فردی غیر مطلع و غیر کاردان دانسته و گفته آقای رئیسی طوری صحبت می‌کنند
کند که انگار در این کشور زندگی نمی کند. او از پیشرفت و ترقی و توسعه صحبت می کند در حالی که سفره‌ای برای مردم نمانده. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی آینده کشور را با ادامه روند فعلی تاریک‌تر از قبل پیش بینی کرده. او گفته در سال 1402 فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد. نگرانی مردم از فاصله طبقاتی افزایش پیدا خواهد کرد و همه اینها بیانگر این است که زندگی تاریک‌تری پیش روی مردم است. جعفرزاده ایمن‌آبادی سپس افزوده که رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد. آمارها خلاف واقعیت است، یا به آقای رئیسی اطلاعات دروغ می‌دهند یا ایشان تمایلی ندارد اطلاعات درست را بیان کند. همه اینها حکایت از این دارد که ما آینده سخت‌تری خواهیم داشت. نماینده پیشین رش در مجلس شورای اسلامی سپس به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده که مبادا فکر کنند که توانستند نارضایتی‌ها را با سرکوب جمع کنند. او گفته که نارضایتی‌ها تحت فشار همانند فنر کوچک شدند، اما هر آن احتمال دارد جهش پیدا کنند. او گفته که جامعه شدیداً عصبانی است و ای کاش یک گوش شنوا در کشور پیدا شود و با زبان خوش با مردم صحبت کند و از آنان عذرخواهی کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به کشته شدن صدها نفر از معترضان در اعتراضات خیابانی ماه‌های اخیر در کشور از نیروی انتظامی پرسیده: شما که پلیس نماها را مسببان این قتل‌ها دانستید و چهره‌های آنان نیز در جراید و رسانه‌ها منتشر شده، پس چرا آنان را دستگیر نمی‌کنید؟ آیا این برای نیروی انتظامی عیب نیست که می‌گوید پلیس نماها این قتل‌ها را انجام دادند؟ بیان که قاتلان نگرانی به دل راه بدهند و تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی کل نظام سیاسی کشور را بی‌کفایت و ناکارآمد و ناتوان از اداره پیش پا افتاده ترین امور و وظایف خود دانسته. او از ابراهیم رئیسی که مدعی شده 1,000,000 شغل ایجاد کرده خواسته که اسامی هزاران تن از این شاغلان را اعلام کند. جعفرزاده ایمن‌آبادی در پایان گفته که او فکر نمی کرده که جمهوری اسلامی اینقدر ناراضی داشته باشد. او با اشاره به عصبانیت و ناراحتی مردم از رفتار دولتی ها، از ناتوانی آنان در اداره کشور، از افزایش فقر، بیکاری، تورم و گرانی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفته: چرا صدای مردم را نمی شنوید؟ چرا برای توجیه سرکوب مردم نارضایتی آنان را اغتشاش می نامید؟ نماینده مهاباد نیز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی گفت: با انشاءالله و ماشاءالله و مشکلات و برگردن این و آن انداختن نمیتوان کشور را اداره کرد. جلال محمودزاده روز سه‌شنبه 11 بهمن در نطق خود در مجلس افزود: در طول این مدت از عمر دولت 13 متاسفانه دلار با 76% افزایش به 45,000 تومان رسیده. نماینده مهاباد گفت: شعار تولید سالانه 1,000,000 مسکن نه تنها محقق نشده، بلکه قیمت مسکن به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا کرده. به گفته آقای محمودزاده، سقوط کشور به 8 رتبه کشورهای فلاکت زده جهان، 12 برابر شدن فرار سرمایه از کشور، کمبودهای بحرانی برای حداقل 106 قلم از داروها از جمله پیامدهای عملکرد دولت رئیسی است. او همچنین با اشاره به عدم نتیجه گیری از مذاکرات احیای برجام، از ضعف دیپلماسی خارجی دولت رئیسی انتقاد کرد و به کنایه گفته در عوض دولت در اوج فقر و تورم کمرشکن در کشور، کنگره هزینه بر زنان تاثیرگذار را برگزار کرده است. شدت گرفتن اخراج اساتید و معلمان منتقد در دانشگاه‌ها و مدارس، حذف فله‌ای و اتوبوسی نیروهای توانمند و با سابقه در بدنه کارشناسی وزارتخانه‌ها و افزایش رویکرد امنیتی و قضایی در بدنه دولت به جای رویکرد سیاسی و اجرایی از دیگر انتقادهایی بود که آقای محمودزاده علیه دولت ابراهیم رئیسی مطرح کرد. جمهور آقای رئیسی در طول دوران انتخابات وعده های مختلفی دادند که اصلی ترین این وعده ها عبارت بودند از ساخت 4,000,000 مسکن در 4 سال، رفع فقر و کاهش 50% هزینه های درمان، احیای برجام و تک رقمی نمودن و کاهش تورم به نصف درصد تورم آن زمان، کنترل افزایش قیمت ارز، آزادی بیان، عادلانه نمودن قیمت خودرو، گسترش و توسعه اینترنت و ایجاد 1,000,000 شغل در سال. اما سرنوشت این وعده ها در یک سال و نیم عمر دولت 13 چه بر سرش آمد؟ بر اساس گزارش مرکز آمار در دیماه 1401 تورم به بیش از 36% رسیده و ایران در ردیف 8 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار گرفته است. 21 خرداد ماه 1401
تعداد 61 نفر از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای سرگشاده به آقای رئیسی از احتمال ایجاد تورم سه‌رقمی در ایران ابراز نگرانی کردند و نسبت به عواقب ادامه سیاست‌های دولت در این زمینه هشدار دادند. اما آیا به این هشدارها گوش داده شد؟ آقای رئیسی فروردین 1401 در دیدار با هنرمندان در شرایطی علت اصلی تورم به گرانی در این راه را تورم 40% در دولت آقای روحانی اعلام کردند که سیاست‌های دولت 13 و خود ایشان بر حسب یک مرتبه ارز ترجیحی باعث شد قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت و مرغ و دیگر اقلام مصرفی مردم چندین برابر شود. اما در رابطه با وعده قطع ارتباط سفره مردم با دلار و کنترل قیمت ارزهای خارجی در طول این مدت از عمر دولت 13 متاسفانه دلار با 76% افزایش به 45,000 تومان رسیده است. در رابطه با احیای برجام ایشان در هنگام انتخابات گفتند که برجام را یک دولت مقتدر میتواند اجرا کند، اما اولین دوره مذاکرات احیای برجام در دولت آقای رئیسی با چند ماه تاخیر در آذر ماه 1400 برگزار شد، ولی به دلیل کارشکنی های روسیه و جنگ اوکراین توافقی حاصل نشد و احیای برجام به بنبست کامل رسید که نتیجه آن متاسفانه صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام در و در ادامه ضعف دیپلماسی خارجی دولت 13 اخراج ایران از کمیسیون مقامزن سازمان ملل، بیان اظهارات متعدد و بی اساس شرکای سیاسی و اقتصادی و دولت‌های چین و عراق در رابطه با خلیج فارس و جزایر سگانه ایرانی، ناتوانی و ضعف عملکرد در پیگیری حق و حقوق رژیم حقوقی دریای خزر و کاهش سهم کشورمان از 50% به 11% در دریای کولاک مردمی به مناسبت آغاز دهه زجر اعتراضات دوباره شعله‌ور شد. در شب منتهی به سالروز ورود خمینی به ایران شعار مرگ بر دیکتاتور در تهران سر داده شد. ویدیوهای رسیده از جوانرود حاکی از ادامه تظاهرات ضد حکومتی است. در شب منتهی به چهارشنبه 12 بهمن سالروز ورود روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به ایران شماری از معترضان در تهران علیه حکومت شعار سر دادند. در ویدیویی که گفته شده منطقه امانیه تهران است شعارهای زیر شکنجه گویم یا مرگ یا آزادی، مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود. همچنین از جوانرود کرمانشاه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تجمع عده‌ای از معترضان در این شهر را نشان می دهد که شعارهای مرگ بر دیکتاتور را فریاد می زنند. ماموران اداره اطلاعات زاهدان عبدالمجید مرادزهی مشاور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را یک روز بعد از بازداشت به مشهد منتقل کردند. با وجود اینکه شواهد نشان می‌دهد بازداشت مشاور مولوی عبدالحمید با هدف تحت فشار گذاشتن او انجام شد، امام جماعت مسجد مکی زاهدان روز سه‌شنبه 11 بهمن در دیدار با مجروحان جمعه خونین زاهدان بر احقاق حقوق آنان تاکید کرد. در صفحه کاربری مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تویتر از دیدار او با مجروحان جمعه خونین زاهدان در روز سه‌شنبه 11 بهمن در مسجد جامع مکی خبر داده شده است. مولانا عبدالحمید با اشاره به خسارات زیاد وارد آمده به مردم خوی از هموطنان خواسته به یاری زلزله زدگان این شهر بشتابند. در حالی که رسانه‌های حکومتی مدعی جاری بودن کمک‌های دولتی به زلزله زدگان خوی هستند، تصاویر و خبرهای منتشر شده در شبکه‌ها حاکی از کندی امدادرسانی به آنان، کمبود چادر، مواد غذایی و سایر امکانات اولیه بهداشتی در سرمایه شدید و ایجاد فضای امنیتی توسط نیروهای حکومت به دلیل ترس از آغاز اعتراضات مردمی است. Bak 20 kişi.
20,000 تا 300,000 نفری یعنی چی؟ خب میگفتید و چی رو که دید؟ چهار روز از خزیه دارم میتونید رفتان مردم آب گل خلاصه چادر مادر شده کرده چادر چیزی دوم که اومد در حد نمیدن این فاصله بود در حد بل 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 نه آب دارم، نه چادر دارم، نه کلاه دارم. خب بگی که به اصلا جایی دیگه میگرفتیم خب یه گزارش میدید اوضاع خوبه، همه رو رسیدیم بهش کلاه اینا بعد ما فکر میکنیم همین بازداشت چند روحانی در زاهدان و سنندج به اعتراضات تازه‌ای انجامیده. سنندج شب گذشته به دلیل دستگیری دو ماموستای محلی ناآرام بود و جوانان انقلابی به خیابان‌ها برگشتند. در زاهدان مشاور مولانا عبدالحمید را دستگیر کرده و منابع بلوچ خبر می‌دهند. جو شهر ملتهب و بیشتر از گذشته امنیتی شده. دوشنبه شب سنندج بار دیگر صحنه اعتراضات شبانه جوانان، روشن کردن آتش در خیابان‌ها و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و انقلاب ادامه دارد.